ادامه اعتراضات مردمی علیه اهانت تلویزیون رژیم به هموطنان بختیاری. اعتراض و درگیری ها در دسفول، بهدشت، گچساران و نوراباد ممسنی در روز دوشنبه. بستن سایت های اطلاع رسانی هموطنان بختیاری در دسفول توسط رژیم آخوندی. تجمع های اعتراضی در اصفهان، سمیرم و بندرعباس. اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین. اعتراضات مردمی علیه اهانت تلویزیون رژیم به هموطنان بختیاری در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. گزارش ها حاکی است که در دسفول درگیری های جوانان با مزدوران سرکوبگر رژیم به ویژه در کوی مدرس دسفول تا ساعت 22 دوشنبه شب ادامه داشت. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی که از سایر استانها به دسفول اعزام شده اند به طور وحشیانه ای مردم و جوانان را مورد ضرب و شتم قرار داده و مجروح و دستگیر می کردند. بیش از 120 نفر از جوانان دسفول دستگیر شده اند. روز دوشنبه اعتراضات پراکنده توسط جوانان بختیاری در شهرهای دهدشت، گچساران و نوراباد ممسنی علیه رژیم آخوندی انجام گرفت. جوانان در نقاط مختلف این شهرها علیه دیکتاتوری آخوندی شعار می دادند و با مأموران سرکوبگر به جنگ و گریز می پرداختند. مأموران سرکوبگر تعدادی از جوانان را بازداشت کردند. رژیم آخوندی اقدام به بستن سایت‌های اطلاع رسانی اجتماعی هموطنان بختیاری در دسفول کرده است. دیکتاتوری آخوندی از اطلاع رسانی در رابطه با اعتراضات هموطنان بختیاری وحشت دارد و سعی می‌کند از انعکاس جنایات خود علیه آنان ممانعت به عمل آورد. دانشجویان دانشگاه باراجین قزوین دانشگاه آزاد در مقابل دفتر رئیس مزدور دانشگاه تجمع کردند. تجمع کنندگان به نحوه اجرای امتحانات و کم کردن نمرات اعتراض کردند. در اصفهان جمعی از اهالی خیابان صغیر اصفهانی روز شنبه 26 بهمن ماه تجمع کردند و به وضعیت نابسامان این منطقه و بی‌اعتنایی شهرداری رژیم آخوندی اعتراض کردند. جمعی از مردم سمیرم که متقاضی مسکن مهر هستند و سالها پیش پول آن را پرداخت کرده اند در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از تحویل خانه هایشان تجمع کردند. کارگران شرکت پناهسازان در پالایشگاه بندرعباس در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند و با تجمع در مقابل ساختمان رئیس این شرکت خواهان مطالبات عقب افتاده خود شدند. بنا به گزارش‌های دریافتی هفته گذشته 2 زن محروم دستفروش در اعتراض به مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و جمع‌آوری تنها وسیله امرار معاششان خود را در ایستگاه متروی نواب تهران به زیر قطار انداخته و خودکشی کردند.